اولین مناظره انتخاباتی رقبای ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته برگزار شد. در مورد مسائل مختلفی صحبت کردند. یکی از مسائل هم ایران بود. ارزیابی شما از مناظره دیشب چیه؟ روی خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. با شماره تلفن 202-260-71-10 شما میتونید تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما بفرستید تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونید از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با ما همراه باشید. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنید. من افشار سیگارچی هستم و همراه با شما به برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، به برنامه روی خط خوش آمدین. من روزیتا ایراندوست هستم و همراه شما خواهم بود، همراه با همکارم افشار سیگارچی امشب در برنامه روی خط. همونطور که میدونین شب گذشته هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برای نخستین بار به مناظره رو در رو ایستادند. این دو نامزد به پرسش‌هایی هم درباره سیاست خارجی، اقتصاد و همینطور امنیت ملی آمریکا پاسخ دادند. ایران هم یکی از موضوع‌هایی بود که این طرفین در مورد اون صحبت کردند. ابتدا گزارش همکارم مسعود ملک رو با هم می‌بینیم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود و همینطور میهمان هم امشب در برنامه خواهیم داشت. اولین مناظره رو در روی دو رقیب دموکرات و جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته در دانشگاه هوفستر در همستد ایالت نیویورک خیلی صمیمی شروع شد. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در طول مناظره یک ساعت و نیمه باید به پرسش‌هایی درباره اوضاع اقتصادی، اشتغال، امنیت ملی و سیاست خارجی پاسخ می‌دادند که طبیعتاً در اکثر موارد با دیدگاه‌های متفاوت و اختلاف نظر در موارد مختلف از جمله توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان همراه بود. By the way, another one powerful is the worst deal I think I've ever seen negotiated that you started is the Iran deal. یک مورد موثق دیگر که فکر می‌کنم بدترین معامله است که من تا به حال دیدم و شما مسبب آن بوده اید، توافق ایران است. خانم کلینتون در پاسخ به انتقاد دونالد ترامپ گفت مشکلات آمریکا با ایران کم نیست، اما ترجیح می‌دهد در حالی به این مشکلات بپردازد که خیالش از بابت برنامه هسته‌ای ایران آسوده باشد. Donald never tells you what he would do. دونالد هیچ وقت نگفته او چه کار میکرد. جنگ شروع میکرد، ایران رو بمباران میکرد. او اگر میخواهد از توافق ایراد بگیرد که خیلی موفقیت آمیز بوده و به ما فرصت دسترسی به تأسیسات ایران داده که قبلا نداشتیم، باید بگوید که گزینه دیگر چیست. در حوزه اشتغال و اقتصاد دونالد ترامپ از آنچه فرار شغل‌ها از آمریکا خواند انتقاد و تلاش کرد تقصیر مشکلاتی را که خود برشمرد بر گردن دموکرات‌ها بیاندازد. هیلاری کلینتون اما بحران اقتصادی را که پیشاپیش ریاست جمهوری باراک اوباما گریبان ایالات متحده را گرفته بود، حاصل سیاست‌های غلط مالیاتی و کم توجهی به طبقه متوسط دانست. کشور ما با مشکلات بزرگی روبرو است. کشور ما بدهکار است. ما بدهی‌های جدی و کشوری داریم که جاده‌ها و تونل‌های جدید می‌خواهد. پل‌ها، فرودگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌های جدید و پولی برای آن نداریم، چون شما همه پول‌ها را هدر داده‌اید. ما دچار بدترین بحران مالی بودیم، بدترین رکود پس از سالهای 1930، و دلیل عمده آن هم سیاست‌های اقتصادی بود که به نفع طبقه مرفه بود. عدم سرمایه گذاری در قشر متوسط و بی‌اعتنایی به فعالیت‌های وال استریت بود که شرایط را برای بحران آماده کرد. A perfect storm. When she releases her 33,000 emails that have been هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ بخش قابل ملاحظه‌ای از مناظره شب گذشته را صرف انتقاد از کارنامه یکدیگر و زیر سوال بردن سوابق و فعالیت‌های حرفه‌ای و سیاسی یکدیگر کردند.
در حوزه سیاست خارجی دونالد ترامپ دوره تصدی خانم کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت هیلاری کلینتون شاید در سیاست خارجی تجربه داشته باشد اما تجربهش تجربه بدی است و تاکید کرد ریاست جمهوری آمریکا وظیفه مشکلی است و خانم کلینتون بنیه لازم برای رئیس جمهور شدن را ندارد که البته بی پاسخ هم نماند. وقتی به 112 کشور سفر کردی و برای صلح و آتش بس یا آزادی زندانیان رایزنی کردی و فرصت‌های جدید و ملت‌های جدید در جهان به وجود آوردی یا حتی هر موقع توانستی 11 ساعت در مقابل یک کمیته کنگره آمریکا شهادت بدی، آن وقت بیا راجع به بنیه حرف بزنیم. نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 8 نوامبر دوباره دیگر به مناظره خواهند ایستاد. در این فاصله نامزدهایی که این دو رقیب برای سمت معاونت ریاست جمهوری برای خود برگزیده‌اند، تیم کین و مایک پنس در 4 اکتبر تنها مناظره انتخاباتی خود را انجام خواهند داد. یکی دیگه از راه‌های ارتباطی برنامه روی خط پیامگیر اتوماتیک ماست. شما میتونید از همین لحظه با شماره 202-382-7205 تماس بگیرید و نظراتتون رو در برنامه منعکس کنید. رازیتا؟ همونطور که گفتم امشب در برنامه میهمان هم داریم آقای رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی کالج استاکتون نیوجرسی از طریق اسکایپ با ما همراه هستن. سلام آقای قریشی، به برنامه روی خط خوش آمدین. سلام خدمت شما و بینندگان. ممنون. همونطور که همه خب هم در شبکه‌های اجتماعی هم مردم منتظر این مناظره بودن، این مناظره برگزار شد شب گذشته و یکی از موارد مورد اختلاف هم توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران بود. آقای قریشی، کدوم یکی از این دو کاندیدا در صورتی که به پست ریاست جمهوری آمریکا برسه میتونه با ایران راحت‌تر کار کنه؟ والا این به هر صورت هیچ کدومشون به خوبی الان، یعنی این تیم اوباما کری نخواهند بود. آقای ترامپ نمیشه گفت چه کار میکنه، یعنی آقای ترامپ حرفی میزنه که بیشتر جنبه انتقادی داره ولی سیاستی ارائه نمیکنه. به نظر من اگر بر پایه تا اینجا گفته شده بریم، به نظر میرسه که خانم کلینتون بهتر باشه، برای اینکه اون حدودش میگم به خوبی الان نخواهد بود ولی حدودش مشخصه که چی میخواد، چه میکنه، چه نمیکنه. مشخصا این بحثی رو که آقای ترامپ در دیشب مطرح کرد که ما باید فشار رو بیشتر میکردیم، کشور در آستانه فروپاشی بود، که درسته. اگر اقتصاد ایران در آستانه اضمحلال و فروپاشی نبود، دولت ایران پای مذاکره نمیومد. ولی خب این تداومش مفهومش این وجود که ایران از هم میپاشه، 7-8 کشور میشه، چیزی که شاید عربستان و اسرائیل بخوان ولی از نظر امریکا به نفعش نیست. خانم کلینتون این کارو نمیکنه. به این اعتبار شاید بشه گفت خانم کلینتون یک کمی بهتره. ممنون از شما آقای قریشی. قطعا با سوالات بیشتر برمیگردیم به شما، برمیگردیم به تلفن هامون که تلفن های خیلی زیادی داریم و همینطور بینندگانی که از طریق اسکایپ روی خط هستن، از شما خواهش میکنم در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنین. آقای شهرام از تهران روی خط هستین، از طریق اسکایپ سلام بفرمایید. آقای شهرام شما صدای ما رو دارین؟ روی خط هستین. سلام. سلام از صدای تلویزیونتون رو هم اگر کم کنید ممنون. سلام، خسته نباشید. هم به ترامپ میشه درود فرستاد. الو بفرمایید. سلام، خسته نباشید. هم به ترامپ میشه درود فرستاد هم با کلینتون، چون دنبال منافع کشورشون هم به راستی، ولی در کشور ما متاسفانه در کشور ما مثلا آقای احمدی نژاد، من به عنوان آقا واقعا روم نمیشه به عنوان آقا بگم، میگه بگم آخرم نمیگه و نمیگه و نمیگه. چرا نمیگه؟ ولی آقای ترامپ میگه، آقای خانم کلینتون میگه. اینجا کشور 8-8ه، کشوری که مصلحت نظام داره، مصلحت ملت ایران، مصلحت کشور ایران نداره، مسئله بقای نظام داره. خدا پدر آمریکا رو بمروزه، دنبال منافع کشور خودشون هم به دولتش یا اون کاندیداش. ولی اینجا یه مش باند و راند حاکمن، باندهای دوزها و قاچاقچی‌ها حاکمن. این میگه آقا من بیام، اون بیام، این میشه اون میشه، بعدم رهبرش میگه کشش نده آقا.
چرا کشش نده؟ من یه حضرت علی باسه 1000 تومن یا یه قرون کشش نمیداد. بعد چه دینیه؟ اگه دینی که کشش قرار نده، بعد چه کاری میخواد انجام بده؟ مثلا قرار باشه مثلا حرم حلال رو کشش نده. ممنون آقای شهرام که در برنامه درود میفرستم برای خیلی ممنون از اینکه در برنامه شرکت کردین و نظرتون رو با ما در میون گذاشتین. آقای اعظمی از قوشان روی خط هستیم، سلام بفرمایید. آقای اعظمی شما صدای ما رو دارین؟ آقای عباس از فارس روی خطیم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ایران دوست. سلام بفرمایید. و جناب آقای سیگارچین، خانم ایران دوست، من برای اولین بار دوست داشتم که مناظره این به تا نماینده حزب دموکرات و جمهوری خواه را در آمریکا به طور خاص نگاه بکنم، اینا واقعا چی میگویند. در کل اگه بخواییم به نمره به هر دو داد، من به هر دو نمره 15 میدم، ولی جناب آقای ترامپ حرفه هایی میزنه که حرف خودش هم نقض میکنه. مثلا یک جا میگه که خانم کلینتون زمانی که وزارت امور خارجه آمریکا را به عهده داشتن یک گروه کوچکی به نام داعش بود که میتونست به زودی سرکوبش کنه. حالا این کار که نکردی، این گروه کوچک یه گروه بزرگی شده که روی ده کشور را حالا بر آسیب و خاک خون به کار برده. یه بارم دوباره میگه اگر واقعا این خزی که توی خاورمیانه میشد میشد دوبار آمریکا را درست کرد، خودش حرف خودش هم داره نقض میکنه. به نظر من ایشون باید مقداری مشاورانی که بهش مشاوره میدن باید بهشون یادآوری کنن که قبلا چه گفته و در حال چه داره میگه. ایشون ماسخنانی که در جمع مردم آمریکا در ایالت‌های مختلف در دانشگاه‌های مختلف با مردم آمریکا داشتن، مثلا میگفت اگر من رئیس جمهور بودم، برای مثال اگر فرض کن تو خلیج فارس دو تا قایق نیروی دریایی ایران نزدیک نابهای آمریکا میشد، من سریع دستور شلیک میدادم. ممنون از شما آقای عباس که در برنامه شرکت کردیم و نظرتون رو با ما در میون گذاشتین. به یاد داشته باشیم برنامه امشب درباره مناظره دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکاست و همینطور نظراتشون درباره برجام. اگر تمایل دارین در برنامه شرکت کنین، فراموش نکنین تماس بگیرین و با ما همراه باشین. در ادامه برنامه روی خط برمیگردیم. باشین. کاربران در فضای مجازی به عنوان مثال رضا در فیسبوک نوشته که در این مناظره تلویزیونی که میان خانم کلینتون و آقای ترامپ صورت گرفت، تنها موردی که در بحث خاورمیانه و ایران انجام شد دیدگاه های آقای ترامپ بود که عملی تر و استراتژیک تر بود. اما ستاره از کاربران اینستاگرام از مواضیع هیلاری کلینتون در رابطه با توافق هسته‌ای با ایران رو قوی تر دونسته و گفته اگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه، با توجه به مخالفتی که به برجام داره، به ایران حمله میکنه و تحریم ها از اول شروع میشه.
البته پاوه هم با نظر ستاره هم با نظر رضا مخالف بوده و معتقده که هیچ فرقی بین دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا وجود نداره، چه جمهوری خواه و چه دموکرات. دولت ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه کوچکترین دشمنی با نظام مقدس نداره. اگر داشت طوری تحریم میکرد که امکان فروش حتی یک قطره نفت رو هم پیدا نکنن و خودشون بمونن با 40-50 میلیون مردم ناراضی که از فرط فشار به خیابون ها کشیده میشن، نه اینکه باشون گفتگو کنن. باز یادآوری میکنم اگه تمایل دارید در برنامه امشب شرکت کنید، پیامگیر ما رو فراموش نکنید، 202-382-7205. روزیتا ممنون افشار. برمیگردیم به تلفن ها. آقای فرهاد از لس آنجلس روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام از ماست خدمتتون عرض کنم، درود به شما تیم روی خط و هموطنان عزیزم. ممنون. دیروز بالاتر از 100 میلیون این مناظره رو دیدن، ولی خانم کلینتون از همون ابتدا به نظر من با مطرح کردن سوالایی مثل تکس مالیات این آقای ترامپ رو به گوشه کورنر به قول اینا برد و اصلا به قول هنرپیشه ها تئاتر میمی که صورت ایشون به هم ریخته بود، تا آخر اصلا افسرده بود. چیزی که اینجا گفتن 62% به خانم کلینتون برنده شده و 27% فقط ایشون رأی آورده. اما ببینید اینجا آمریکاست، اگه که ایشون در مالیات پرداخت مالیاتش تقلبی کرده باشه هرچند کوچک، برای همیشه هستیشو از دست میده. مثل حکومت ایران نیست که میلیاردها اختلاس کرده باشن و در آخر با یک کلمه بگن کش ندید تموم شه بره. چرا ایشون اصلا اومد به کاندیدا شد؟ چون مردم خسته بودن، هم از حزب دموکرات و هم جمهوری خواه با چیزای تکراری، حرفای تکراری. به نظر من جوانها یک چیز تازه میخواستن، ولی آقای ترامپ نماینده ثروتمندان شد. 35% مالیات اونا رو به 15% میخواد بده. به نظر من شانسی نداره مگر در مناظره های دیگه کاملا یک آس دیگه رو کنه. ممنونم از وقت. ممنون از شما. آقای مظاهر از ایران روی خط هستین، سلام بفرمایید. درود بر شما خانم ایران دوست. ممنون. بفرمایید. آقای مظاهر صدای تلویزیونتون رو اگر کم کنیم ممنون میشم، از طریق تلفنتون صحبت کنیم. خانم ایران دوست، کاش کشور ما هم به این سبک تبلیغات میشد. نه که 4 روز 5 روز مانده انتخاباتشون پول نقد و دوباره نهار و شام و پول نقد به شهرک نشین ها پرداخت بشه. آقای مظاهر میتونم از شما خواهش کنم صدای تلویزیونتون رو کامل قطع کنین؟ آره ممنون. بعد اینا هنر خودشونو، قدرت اقتصادی و سیاسی خودشونو بر خدمتتون عرض شود که اینا میان هر چی که هستش به مردم میگن ما این هستیم، نه نهار میدن نه شام میدن نه پولی به کسی میدن. خدا کنه در کشور ما هم اینا رواج پیدا کنه، اینجوری تبلیغات بشه، ما هم به این شعور، همگی به این شعور برسیم انشالله. به نهار و شام و بی انصافی نکنیم در رأی دادنامون. آدم باید از آدمای خوب الگو برداری بکنه، آدمای بد هم چه بدن. حالا ما از یه خصلتشون الگو برداری میکنیم، از یه خصلتشون هم نکردیم. خیلی ممنون از شما آقای مظاهر که در برنامه روی خط شرکت کردین. آقای قریشی، بسیاری از کاربرانمون و همینطور بینندگان بر این عقیده هستن که یکی از مسائلی که در انتخابات آمریکا همیشه مطرحه اینه که کاندیداها تلاش دارن تا بیشتر به منافع ملیشون اهمیت میدن و همینطور به مردمشون. به نظر شما کدوم یکی از این دو کاندیدا بهتر میتونه به طبقه متوسط آمریکایی کمک کنه؟ بله، طبقه متوسط زوایای مختلف داره این تونستن. اگر بود اقتصادیش باشه، اینا در سیاست کلانشون اتفاقا خیلی به هم شبیه هن، هر دوشون میگن که دولت باید بیاد، یک جهان 500 میلیارد یکی میگه بیشتر خرج زیربنایی کنه، که این راه به جایی نمیبره چون مجلسه که اینا رو تصمیم میگیره و مجلس الان 6-7 سال هیچ اجازه هیچ کاری نداره. تا اونجا که برمیگرده به سیاست مالیاتیشون، خب آقای ترامپ گفت که به شرکت ها میخواد تخفیف بده که پولاشون رو برگردونن، خانم کلینتون گفت بیشتر میخواد تخفیف مالیاتی به طبقه متوسط بده.
اما این هم باز دستش اختیارش دست مجلسه. جایی که تفاوت سیاست‌های این دوتا به طبقه متوسط مطرح میشه، نه در زمینه اقتصادی، در زمینه‌های دیگه، مثلا در زمینه محیط زیست، حفظ محیط زیست، اینا خب اختلاف دارن. یکیشون به گرمایش زمین به عنوان اینکه آدم‌ها باعثشن معتقده، یکیشون نیست. طبیعتاً سیاست‌های مختلفی می‌گیرن. مهمترین تفاوتی که اینا می‌تونن بکنن انتخاب قاضی دادگاه عالی آمریکا، سوپریم کورت. نه فقط اینا، هر رئیس جمهوری در بلند مدت این مهمترین اثرشه. دوستان به درستی گفتن در اینجا حکومت قانون برقراره. حکومت قانونم اختیار تفسیر قانونم دست اون دادگاه است. و اونا خیلی مهم و اثرگذارن. به نظر من مهمترین تفاوت این دوتا انتخاب اون قاضیه. و در این مورد به نظر من خانم کوینتون، نه اینکه حالا نظر شخصی بهتر از آقای ترامپ باشه نه، ولی تیمش، تیم و حزبش، حزب دموکرات، بیشتر به نفع طبقات متوسط و به نفع آزادی های اجتماعی ان تا تیم آقای ترامپ که بیشتر در فکر به اصطلاح شرکت های بزرگ بین المللی هست. اینجاست که به نظر من اختلاف دوتاشون هست روی انتخاب قاضی برای دادگاه عالی امریکا. ممنون از شما آقای قریشی. اجازه بدین نگاهی هم بکنیم به شبکه‌های اجتماعی. فرهاد از لس‌آنجلس اشاره کرد به نظرسنجی که در آمریکا صورت گرفته. میدونم که درباره صدای آمریکا هم ما یه همچین نظرسنجی داشتیم افشار. بله، یه نظرسنجی در سایتمون گذاشتیم و این سوال رو پرسیدیم که به نظر شما کدام یک پیروز مناظره نخست ریاست جمهوری آمریکا بودن، که بر اساس اون چیزی که بینندگان نظر دادن، خانم کلینتون 73% معتقد بودن که برنده شدن و 23% هم معتقد بودن که آقای ترامپ، و خب 4% هم عنوان کردن که برابر بوده. اما اگر وقت داری من به چند تا از کامنت ها اشاره کنم. کتی از کاربران فیسبوک ما نوشته که ایران محرک خوبی برای دونالد ترامپ که یک جنگ تمام عیار رو در خاورمیانه راه بندازه، و به اعتقاد من مخالفت کاندید حزب جمهوری خواه با برجام به همین دلیله. البته ایسا نوشته که درسته که رئیس جمهور آینده آمریکا میتونه نقش مهمی برای ایران بازی کنه، علی الان در حال حاضر مشکل اصلی مردم ایران حکومت خودکامه و مستبد خودش هست. حکومت ایران که باید برای اشتغال و رفاه ملت تلاش کنه، حکومت ایران که باید برای جلوی اختلاس ها رو بگیره و ثروت ملی رو خرج ملت خودش کنه، نه آمریکا. تبعیض از گزینش های دولتی کار آمریکا نیست. وام ازدواج و خودروی بیکیفیت داخلی که باعث کشته شدن هزاران نفر در سال میشه کار آمریکا نیست. این هم نظریه که دیگه از کاربرانم بود. رازیتا، برمیگردیم به تلفن ها. آقای بهمن از ایران روی خط هستین، سلام بفرمایید. بله، سلام و درود خدمت شما و همکاران شما و همینطور مهمان برنامه‌تون. باید بگم که اولا خیلی زوده که کدوم یکی از کاندیدا رو بدونیم، برنده بدونیم. همینطور که آمار هم نشون میده خیلی اختلافشون ناچیزه. ولی باید بگم که در مورد خانم کلینتون، به نوعی ایشون نماینده دولت حاکم، نماینده دولت آقای اوباما بود با صحبت‌های دیشبش که شنیدیم. هیچ سیاست جدیدی، راهکار تازه‌ای غیر از مواردی که در طی این 8 سال دیدیم چیز جدیدی برای ارائه نداشت. جهان یک رئیس جدید با افکار نو لازم داره، یک به نوعی مرد عمل لازم داره. خانم کلینتون 8 سال بانوی اول بود، 4 سال وزیر امور خارجه بود و فرصت کافی برای انجام یک سری از کارا و ایده هاش داشت و فکر میکنه جهان با دیپلماسی فقط اداره میشه، در صورتی که دیپلماسی نمیشد بن لادن رو از بین برد و همینطور در مورد لیبی و عراق و در حال حاضر در مورد داعش و بشار اسد، اینجا دیپلماسی اصلا از پیش نمیره و به نوعی وقتی دیپلماسی به درد میخوره که اول بیاین جهان رو از هر نوع تروریست و جنگ و دیکتاتور پاک کرد، بعد بشینن به گفتگو. در مورد ایران هم 11 بار نام ایران تکرار شد، بیشتر از هر کشور دیگه، و به نوعی مردم ایران چشم امید به این دوتا کاندید دوختن و بیشتر از همه آقای اوباما. مردم ایران امید زیادی دارن که آیندهشون از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
برای دولت آینده آمریکا به نوعی مهم باشه و در این وسط فکر میکنن که آقای اوباما بیشتر بتونن به نفع ملت ایران و ثبات در این منطقه کاری انجام بدن، در صورتی که الان چند ساله در این گوشه دنیا جنگ و خونریزی داره رخ میده به خاطر وجود یک نفر، به خاطر بشار اسد. ولی متاسفانه آمریکا نتونسته کار مثبتی به اون صورت انجام بده. با تشکر از برنامه خوبتون. من البته فکر می‌کنم شما منظورتون آقای ترامپ بود، آقای اوباما گفتین. ممنون از شما آقای بهمن که از ایران در برنامه شرکت کردین. علی از ایران از طریق اسکایپ روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام میکنم. بفرمایید. ببینید، من بیشتر به صحبت آقای ترامپ موافقم، چون حس میکنم که الان آمریکا بیشتر نیاز داره به اینکه یه برنامه اقتصادی خوب داشته باشه تا از این وضعیت اسف بالا اقتصادی در بیاد. من صحبت آقای ترامپ که پیگیری میکردم دیدم اینجا گفتن که البته برنامه دارن، چون صحبت خودش میکرد میگفت 60-70% از مردم آمریکا توی وضعیت اقتصادی. آقای علی، من میتونم از شما خواهش کنم که شما درباره تضاد اختلافی که داشتن در رابطه با برجام و توافق هسته‌ای صحبت کنیم؟ ممنون میشم. چشم خانم ایران، من به اونم میرسم. فقط این خواستم بگم که من فکر میکنم آقای ترامپ به خاطر اون فعالیت اقتصادی که داشتن و برنامه اقتصادی که داره بیشتر به درد جریان آمریکا میخوره و الان از این وضعیت میتونه شاید در بیاره. ولی راجع به جریان برجام، ببینید، من خودم میدونم نه دولت آقای اوباما و نه دولت شاید ترامپ به تعهدات خودش راجع به برجام پایبند نیست و من هیچ امیدی ندارم، نه به اوباما امید داشتیم ما و نه به آقای ترامپ. بنابراین فکر نمی‌کنم حالا تغییر ایجاد بشه، حالا چه آقای ترامپ بیاد چه خانم کلینتون. اصل و شاهد اینه که آمریکا به تعهداتش پایبند نیست، همینطور که ما دیدیم تو بحث تحریم‌ها و تو بحث اتفاقات افتاد. بعد از برجام تحریم‌ها برداشته نشد، مرادات بانکی به خاطر اون فشاری که آمریکا آورد دوباره راه نیفتاد و هنوز هم حتی دو مرد ایرانی هم دیگه کم کم به این نتیجه رسید. خدا آقای روحانی که قبلا سفت و سخت سر جریان برجام وای میستاد و معتقد به این بود که برجام یک کاهن مثبت برای دولتش، ولی الان که میخواد بره وارد بحث انتخاباتی بشه دیگه داره کم کم میپذیره که آمریکا نتونست به تعهداتش، نخواست به تعهداتش وفادار بمونه و دولت هم مجبور شد قبول کنه. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. آقای دانیال از لس آنجلس روی خط هستین. سلام، بفرمایید. با درود به شما و همچنین به بینندهاتون، عرض می‌کنم خدمتتون که من در زمینه سیاست خارجی سوالی که آقای ترامپ از خانم کلینتون کرد این بود که آقا شما موقعی که می‌خواستین ارتش امریکا رو از عراق خارج کنین، چرا اینجور با عجله و بدون مطالعه خارج کردین و میدون عملا سپردین در عراق به دست جمهوری اسلامی؟ خانم کلینتون جوابش این بود که حکومت وقت عراق با به اصطلاح ادامه حضور ارتش امریکا در عراق مخالف بود و اوباما چاره‌ای نداشت که این حکومت به اصطلاح ارتش امریکا رو خارج کنه. حالا سوال اینجاست که یک سال قبل از اینکه اوباما بخواد ارتش امریکا رو خارج بکنه، آقای دانیال من عذر میخوام از شما، من صحبت شما رو قطع میکنم. مطمئنا شما به موارد متعددی میخواین اشاره کنین و اهمیت داره، ولی اجازه بدین برگردیم به مسئله برجام. من دارم میخوام برگردم به مسئله برجام. بفرمایید. اوکی. ببینید، سال 2010 با به اصطلاح معامله که بین دولت اوباما و جمهوری اسلامی بر سر عراق شد، توی شبه کودتا دوباره نخست وزیری نوری مالکی ها توی معامله بین آمریکا، دولت امریکا و جمهوری اسلامی تمدید کردن. حتی جو بایدن فرستادن اونجا به نوری به اصطلاح به دکتر عیادلاوی که حزبش برنده انتخابات عراق بود، بهش گفتن آقا جمهوری اسلامی، شما از نظر جمهوری اسلامی خط قرمزی، نمیتونی نخست وزیر بشی. بعدن خب مسلمه حکومت نوری المالکی با یه شبه کودتا با کمک اوباما اومده، شما دوباره شده نخست وزیر عراق. مسلمه نماینده جمهوری اسلامی در عراق یعنی مالکی اجازه نمیده یا مخالفت میکنه با حضور ارتش امریکا ادامش در عراق و اینا باید خارج بشن. بنابراین خانم کلینتون داره اینجا دو تا اطلاعات غلط میده. یکی این که در زمان ایشون با آقای اوباما عامدانه و در معامله با جمهوری اسلامی باعث شدن که نوری المالکی دوباره نخست وزیر بشه
شبه کودتا، بعدش هم با نظر عموم جمهوری اسلامی و بابام سرگزار خالص شد. بنابراین این چیزی که اینا میگن حداقل اینه که تا الان چند صد هزار نفر تو عراق، تو سوریه به جهنم تبدیل شده، حداقل 10 میلیون مردم سوریه آواره شدن، این همه جنایت ها اتفاق افتاده، داعش هم به وجود اومده. بنابراین کسانی که بر سر انسانیت اینجوری معامله میکنن که توی انتخابات عراقی که مردم عراق حتی با نفوذ جمهوری اسلامی رفتن و جمهوری اسلامی ها پس زدن و به اصطلاح عیادلاوی انتخاب کردن، اینا اومدن با یک کودتای نامرئی. ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین و همینطور توضیحاتتون. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. دیگه از کامنت هایی که در فضای مجازی برامون گذاشتن در ارتباط اشاره میکنیم. کامی در اینستاگرام نوشته که دموکرات ها با تحریم و همراه کردن کشورهای اروپایی تونستن تو دهنه محکمی به جمهوری اسلامی بزنن، البته با کمترین هزینه برای خودشون. اگر میخواستن جنگ را بندازن خیلی گرون تموم میشد. به راحتی آقا رو وادار به نرمش قهرمانانه و بتون ریختن بر روی حق مسلمش کردن. یکی دیگر از کاربرها در اینستاگرام نوشته که نه ترامپ نه کلینتون هیچ منفعتی برای ایران ندارند، چه جمهوری خواهان و چه دموکرات ها، منافع ملی آمریکا براشون در اولویت اول بوده و موافق یا مخالف با توافق هسته‌ای ایران فقط به دنبال سیاست های حزبی این دو تا کاندیدا هستند و سیاست کلی آمریکا هیچ وقت تغییر نمیکنه. علی هم گفته که کلینتون خیلی سیاستمدار و به نفع ایران نیست، ترامپ بیزینسمن و اهل معامله، بنابراین ترامپ به نفع ایرانه. پیامگیر ما رو فراموش نکنید، 202-382-7205. روزیتا برمیگردیم به تلفن ها. آقای سعید از فارس روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام علیکم. سلام بفرمایید، صدای تلویزیونتون رو لطفا قطع کنید کامل. حال شما خوبه خانم ایرانی؟ بفرمایید. ممنون. امیدوارم که آقای دونالد ترامپ نامزد بشه. من از ایران زنگ میزنم. یعنی رئیس جمهور منظورتونه؟ ایشون بله در حال حاضر نامزد هستن. بفرمایید. بله، رئیس جمهور بشه، انتخاب بشه انشاءالله، و یک گوشمالی حسابی هم به این آخوندهای مغز فندقی بکنه. ببخشید، لطف کنین از ادبیات مناسب در برنامه روی خط استفاده کنین، ممنون میشم. نظرتون درباره مناظره دیشب چی بود، به خصوص بحث برجام و توافق هسته‌ای؟ خب خانم ایران دوست، این که میگم آخوندهای مغز فندقی یعنی واقعا حقیقت داره. یکی مثل سید علی خامنه‌ای مغزش از مغز فندق. من میتونم آقای سعید اجازه بدین ما ارتباطمون رو با آقای سعید قطع بکنیم. ممنون میشم از شما که ادبیات مناسب رو حتما رعایت بکنین در برنامه روی خط. برنامه حساسی برنامه امشب این مناظره قطعا موافقان مخالفان زیادی داره. با احترام به همه افراد اجازه بدین برنامه رو ادامه بدیم. کوروش از گلستان روی خط هستین، سلام بفرمایید. آقای کوروش از گلستان سلام. خانم ایراندو سلام. بفرمایید. الو الو بفرمایید، روی خط هستین. من مناظره اینها رو خیلی وقت دارم دنبال میکنم، خیلی وقت دارم پیگیری میکنم. البته این اولین مناظره شون بود. منظورم اینه که خب به هر حال تو چیزای انتخاباتی که شرکت کردن صحبت کردن، از راه دور با هم دیگه داشتن، به هر حال مناظره شون هم نگاه کردم. بسیار منطقی جواب میدن، بسیار خیلی خوب جواب میدن. من طرفدار خانم کلینتون هستم، میدونم که
سوالا رو خیلی منطقی جواب میداد، خیلی درست جواب میداد. انشالله که این رئیس جمهور بشه و من همیشه طرفدار دیپلماسی هستم. مسائل حالا با هر جایی میخواد حل بشه از طریق دیپلماسی حل بشه تا اینکه با جنگ بخواد باشه، چرا که این جنگ به نفع هیچ کشوری نمیتونه باشه. ممنونم از شما که این فرصت رو به ما دادین تا روی خط بیه. ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. بیننده بعدی ما هم نامشون کوروشه اما از آلمان. سلام، بفرمایید. سلام خانم ایران دوست، روزتون بخیر. کوروش، بله کوروش هستم از آلمان. امیدوارم که مردم، چه مردم امریکا چه مردم دنیا، متوجه صادق بودن آقای ترامپ باشند. خیلی کوتاه میگم، امیدوارم موفق بشن ایشون. واقعا بیشتر نمیتونم بگم. روزتون بخیر. ممنون از شما. آقای قریشی، یکی از بینندگانمون درباره مهم بودن جایگاه رئیس جمهوری آمریکا صحبت کرد. خب با توجه به اینکه رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور یک کشور ابرقدرت و تاثیرگذار، تا چه حد میتونه واقعا این فرد در جهان تاثیر بذاره؟ تا چه حدش به این صورته که بیشترین تاثیر رو میتونه داشته باشه. حالا این بیشترین تاثیر نه مطلقه، نه اینکه هر کاری از دستش میاد، ولی خب میبینین مثلا برفرض امریکا به بقیه از جمله ایران میگه که مثلا اسلحه اتمی نداشته باشه، اینو رئیس جمهور مثلا کاستاریکا نمیتونه به بقیه بگه. از این بابت اثرگذاریش زیاده. تصمیمی که تصمیمایی که تو امریکا گرفته میشه به خاطر این نقش همین ابرقدرتیش اثر زیادی داره. به این اعتبار رئیس جمهور امریکا قوی ترین به اصطلاح مقام دنیاست. اما اینکه هر کاری میتونه بکنه، نه. یک ایرادی هم که با آقای ترامپ گرفته میشه همینه که شما از اینکه چقدر میتونی کاری بکنی، تو شما فکر کنی هر کاری رئیس جمهور شدی هر کاری دلت بخواد میکنی، هر کشوری بخوای به مکزیک میگی دیوار بکش پوشم تو بده، به چین میگی فلان کن، نمیتونه. این اینایی که این رو میگن، خب امریکا پاشو اومد عراق، فکر کرد که این کار خیلی ساده است که مثلا صدام حسین رو سرنگون کنه، جاش دولت دموکراتیک بیاره. نتیجه چی شد؟ تو افغانستان هم همینجور. به نظر من یکی از محاسن دولت آقای اوباما این بوده که این محدودیت ها رو درک کرده که اینجوری نیست که چون حالا امریکا بیشترین تعداد بمب اتمی رو داره یا قوی ترین ارتش دنیا رو داره هر کاری دلش خواست بکنه. از اون برم اینجوری نیست که تصمیمی که اینا میگیرن بی اثر باشه. خیلی ممنون آقای قریشی. آقای اعظمی از قوچان روی خط هستین، سلام بفرمایید. با عرض درود و خسته نباشید خدمت جناب عالی و کلی همکارانتان در این کانال و همچنین جناب خدمت آقای سیگارچی و مهمان برنامه تان جناب قریشی. خانم ایران دوست، از شاید خدمت شما که من مناظرین ها رو نگاه نکردم، برنامه ریزی کرده بودم برای در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ایران، اطلاعات زیادی در رابطه نداشتم، ولی رو هم رفته. به نظر من خانم کلینتون با حمایت آقای اوباما و کل سیستم نظام آمریکا داره حرکت میکنه و با سیاست خاصی که با ایران در ارتباط، یعنی با ایران همکاری داره میکنه، ولی آقای ترامپ نه. آقای ترامپ رو حصولی که اعتقادات خودش داره صحبت میکنه و به نظر من آقای ترامپ برای کشور آمریکا مفیدتر خواهد بود تا خانم هیلاری کلینتون. ممنون از شما. آقای محمد هم از بوشهر روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید، شب روزتون بخیر. ممنون. در رابطه با آقای ترامپ و خانم هیلاری عرض کنم خدمت شما، ببینید وقتی دو تا سیاستمدار در عرصه یه انتخابات به این بزرگی میان و در تریبونی که شاید من خودم دیشب تا ساعت 5-6 صبح پای مناظره ایشون گذاشته بسام نشستم، دو این دو نفر، ببینید چقدر با مهارت و چقدر با دقت کامل و فکر میکنم بالغ بر 200 میلیون نفر در سراسر دنیا، شاید هم بیشتر 1 میلیارد نفر اینا را به هر حال نگاه میکردن و دنبال میکردن. ببینید
چون کشور امریکا کشور گفتمان و آزادی بیان است، واقعا از آقای ترامپ و خانم کلینتون ببینید چقدر با ظرافت و دقت دست به هر عرصه میذاشتن، دست رو هر نقطه ضعف و نقطه قوت میذاشتن و در نتیجه خانم کلینتون با توجه به سابقه سیاسی که در عرصه سیاست به هر حال وزیر امور خارجه بودن و در کاخ سفید چند دوره به هر حال فعالیت داشتن، کار میکردن و تمام مسائل روز دنیا را به صورت ریز زیر نظر دارن و تمام صحبتهایی که میکردن واقعا صحبتهای روز و صحبتهای سیاست مداری که لایق و لازم امروز دنیاست واقعا. و آقای ترامپ هم چون تازه از بیرون اومده و در یه عرصه سیاسی به حساب پا گذاشته و ایشون در عرصه اقتصاد یا اقتصادی شاید بتونه خوب صحبت بکنه و یا دفاعاتی داشته باشه، ولی در عرصه سیاست به نظر من خانم کلینتون خیلی ممنون از شما آقای محمد که در برنامه شرکت کردین. آقای کیوان از ایران از طریق اسکایپ روی خط هستین، سلام بفرمایید. آقای کیوان ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. شکرم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و ایمان عزیز. عرض به خدمتتون، صرف نظر از مفاد گفتگوی خانم کلینتون و آقای ترامپ، شما اصلا نوع آزاد اندیشی و در واقع مناظره آزاد رو در این تیپ مناظره مشاهده میکنه، ولی متاسفانه مثلا آقای خامنه ای حتی در زمانی که میخواد بگه شخصی آمد و به من گفت که من میخوام کاندید بشم و من گفتم شما انشعاب ایجاد میکنید، تشتت افکار ایجاد میکنید، ولی واقعا مناظره خانم کلینتون و آقای ترامپ همه چیز باز و روشن بود. ای کاش کشور ما الگو برداری میکرد، بنچمارک میکرد از این طرز سلوک که واقعا در کشور آمریکا در انجام میشه که هر دوتا کاندید میان صحبتاشون رو خیلی باز و روشن، خیلی روشن و به نقاط ضعف و قوت همدیگه میپردازن و بدون اینکه به اصطلاح قصد حالا توهینی داشته باشن، که اگرم حالا یه موقعی مثلا ممکن بیاد باز عذرخواهی میکنن بعد هم، و این واقعا خیلی خوب بود. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. برمیگردیم به افشار با شبکه های اجتماعی، چه خبر؟ نازلی در صفحه فیسبوک نوشته که در واقع یکی از اون دسته کاربرایی که معتقده که یک هر دو کاندیده یک سیاست کلی رو دنبال میکنن و مهمترین مسئله برای اونها حفظ منافع آمریکا هستش، ولی در رابطه با سیاست‌هاشون عنوان کرده که دموکرات‌ها سیاست‌های نرم‌تری رو نسبت به جمهوری‌خواه دارن و با توجه به نتیجه‌ای هم که شاهدش هستیم نتیجه بهتر و کم هزینه‌تری رو در بر داشته و اشاره کرده به مسئله توافق هسته‌ای که بوده که از جنگ احتمالی جلوگیری کرده. از سوی دیگر هم محمد رضا در فیسبوک نوشته به عنوان یک شنونده که پیگیر و جویا احساس میکنم که هر دو کاندیدا از محتوای واقعی توافق هسته‌ای به دلیل مخفیگاری‌هایی که مقامات ایران شرط توافق گذاشته بودن اون رو از جزئیات خیلی کمی اطلاع دارن. جواد هم نوشته که هر کدوم رئیس جمهور بشن باید این نکته رو در نظر داشته باشن که جنگ نظامی با دولت ایران به سود حکومته، چرا که حکومت و مردم دو جریان مخالف هستن و با جنگ این دو یک پارچه میشن و این خیلی بده و به نظرم ادامه تحریم ها و فلج کردن اقتصاد ایران بهترین راه برای پایان استبداد در ایران باشه. فقط بهتر از جنگ میتونه یک حکومت استبدادی رو نابود کنه. باز اگر تمایل دارید در برنامه امشب شرکت کنید، پیامگیر ما رو فراموش نکنید، 202-382-7205. روزیتا. آقای قریشی، تا این لحظه که تقریبا دیگه به دقایق پایانی برنامه روی خط نزدیک میشیم، برخی از بینندگان به مسئله مناظره ها در ایالات متحده اشاره کردن و خب که این نشان دهنده یک سیستم دموکراتیک هستش و امیدوار بودن که ایران هم بتونه الگو برداری بکنه. آیا این مناظره ها نشانه شفافیت دموکراسیه؟ بله، به نظر من این نکته و نکته دیگه ای هم که بسیاری اشاره کردن که اینا به فکر منافع ملی کشور خودشونن
و این رو در تقابل قرار دادن با ایران که به دو رژیم به فکر حفظ خودشه و این دوتا یکی نیست، نکاتی است که درسته. یعنی دموکراسی به هر حال یک ابزاری لازم داره، از جمله این آزادی بیانه، و اینکه اینا حالا با محتوای حرفشون مخالف باشی ولی آزادن بگن، اون وقت این آزادی خودش مسئولیتای ایجاد میکنه و اون مسئولیت اینه که عفت کلام باید داشت، نبایستی توهین کرد. آقای ترامپ با اینکه این همه به اصطلاح به عنوان کسی که در این مورد خیلی بد رفتار کرده، ولی باز رفتارش جوری بوده که این بینندگان همه تعریف میکنن از به اصطلاح این که این مناظره خیلی محترمانه بود، خیلی مؤدبانه بود، و این لازمه برای دموکراسی. برای دموکراسی شما بایستی به طرف احترام بذاری، نباش موافق باشی ولی به احترام بذاری، به حرفش گوش بدی، ببینی چی میگه و اگه مخالفتی داری محترمانه بیان کنی. و این کمابیش بود اونجا، گرچه نسبت به بقیه مناظره های سالهای قبل شاید نه، ولی نسبت به اون چیزی که در ایران مناظره شده و مردم دیدن، خب آره یک قدم به جلو بود و از این بابت بینندگان هم همه متوجه این نکته شدن. ممنون از شما آقای قریشی. اگر کلام آخر رو داریم، ما در خدمت شما هستیم و در غیر این صورت با شما خداحافظی میکنیم. شما و بینندگانتون روزتون بخیر. ممنون از شما آقای رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی، که در طول برنامه با ما همراه بودند. تلفن‌های زیادی داریم، همینطور بینندگانی که از طریق سکایپ منتظر هستند که در برنامه شرکت کنند، و همینطور نظراتی که از شبکه‌های اجتماعی همکارم افشار سیگارچی برامون حتما مرور میکنه. منتظر نظراتتون هستیم. پیامگیر رو هم فراموش نکنین، 202-382-7205. آقای زند از تهران روی خط هستین، سلام بفرمایید. سلام دارم خدمت شما خانم ایران دوست. بفرمایید. عزم بزرگ خانم ایران دوست، هیچ کدوم از این دو کاندیدا جواب مجری رو نمیدادن، خودشو سوال میکردن، خودشون هم جواب میدادن. من خدمت رو از کنم، اگر به نظرم هر کدوم از این کاندیداها رئیس جمهور امریکا بشه، دنیا با یک چالش روبروه، یعنی با یک چالش به عنوان رئیس جمهوری که برنامه یا استراتژی درستی ندارد. از این شب از این مناظره من خانم ایران دوست اینو فهمیدم. در مورد برجام و ایران بنده در یه مقاله نوشتم، ما باید جوری رفتار کنیم که هر کدوم از اینا رئیس جمهور امریکا شد، ما بتونیم باش راحت کار کنیم، چون ما هیچ تأثیری در اونجا نداریم در انتخابات امریکا. پس جوری نباید حرف بزنیم که جوری دیگه تحلیلش کنن، باید خیلی واضح روشن حرفامونو بزنیم، بتونیم باش کار کنیم. در مورد اینم که ایران اگر برجامو قبول نمی‌کرد میپاشید و ریشش در میومد ایران، بنده همچی چیزی نمیدیدم که اگه برجام هم قبول نشه ایران ریشه. ولی خب برجام فرصتهایی به ایران داده. امری باشه در خدمتم. ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. آقای تقی از لرستان روی خط هستین، سلام بفرمایید. همینطور شما بفرمایید. من هم میخواستم بگم که من دیشب مناظره گوش میکردم، خانم کلینتون خیلی تخصصی تر حرف میزدن، آقای ترامپ هر جا که به تخصص میرسید آقای ترامپ فرار میکرد. داشتیم نگاه کردیم، فرار مردم آمریکا هم حواظشون هست که به کی رأی بدن. خب خانم کلینتون هم بهتره، هم تخصصی تره، هم یه دنیا بهتر گشته، میدونه دیپلماسی بهتری داره. بعدم آقای ترامپ صحبت از این میکرد که تحریمات داشت ایرانو خفه میکرد. به نظر خدا آقای ترامپ اگه مردم ایران از بین میرفتن با تحریم ها، کار خوبی بود، کار درستی بود. ما به خاطر یه دولت 89 میلیون جمعیت ایران از بین میرفت. اینه که خانم کلینتون خیلی دیپلماسی بهتری داشتن. حالا به هر حال تحریم ها یه خورده فشار آورده، ولی به هر حال با توافق تونستن بدون جنگ، بدون خونریزی توافق کنن. من به نظر من خانم کلینتون نظریه بهتری داره، احتمالاً رئیس جمهور آینده آمریکا هم میشه. ممنون. ممنون از شما. آقای مجید از کرج از طریق اسکایپ روی خط هستین، سلام بفرمایید. آقای مجید شما صدای ما رو دارین؟ سلام. سلام بفرمایید. حالتون خوبه؟ ممنون.
من اعتقادم بر اینه که این انتخاباتی که در آمریکا هست واقعا یک مسئله یعنی یک مسئله ظاهرسازیه. من واقعا فکر می‌کنم لابی سیونیستا اونی که خودشون بخوان تعیین میکنن برای ریاست جمهوری و در واقع این مسئله فرمایشی و یک مسئله در واقع فکر میکنم فریب افکار عمومیه. اون چیزی که واقعا در ظاهر بیان میشه، اون چیزی که در مناظره ها هست، در واقع یک سری مسئله فکر میکنم فریب افکاره. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین. من عذرخواهی میکنم از بسیاری از بینندگان که پشت خط موندن. آقای اکبری از تهران، آقای مجید از اصفهان و همینطور سعید یکی دیگه از بینندگانمون و کامران و همینطور فرشید در از طریق اسکایپ. من عذرخواهی میکنم و امیدوارم در برنامه های آینده روی خط با شما همراه باشیم. و اما میرسیم به پرمخاطب ها در فضای مجازی. از دیشب دو موضوع در فضای مجازی بسیار مورد بحث بوده، یکی مناظره بوده، یکی هم بحث نامه‌ای بود سخنرانی آقای خامنه‌ای که یک روز پس از اینکه به آقای احمد نژاد توصیه کردن که در انتخابات شرکت نکنه، آقای محمود احمدی‌نژاد امروز هم با انتشار نامه‌ای در صفحه اینستاگرامشون، نامه‌ای که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده، گفتن که از توصیه‌های آقای خامنه‌ای تبعیت خواهد کرد و در انتخابات شرکت نمی‌کنه. رسول در یکی از کاربران اینستاگرام در یکی از نوشته‌هاش عنوان کرده که به نظر فرد سومی وجود داره که رهبری نمی‌خواهد فضا دو قطبی شود و با ورود احمدی نژاد برخی از ترس او به روحانی رای میدن و این بازی به هم میخورد. البته این عذر میخوام برای توییتر بوده. امید هم در همین ارتباط در توییتی نوشته که خیلی حیف شد ترکیب دنیا با ترامپ، احمدی نژاد، نتانیاهو و سارکوزی خیلی جالب و هیجان انگیز میشد. پیامگیر ما رو هم فراموش نکنید، شماره 202-382-7205. رازیتا. و اما برنامه فردا شب روی خط. ششم مهر ماه روز جهانگردیه و از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. منتظر نظرات شما در این باره هستیم. به نظر شما آیا از طریق جهانگردی میشه به عنوان یک منبع درآمد برای کشور استفاده کرد؟ نظر شما چیه؟ نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. تا فردا، روز شب همه شما خوش. شب روزتون خوش. صدای آمریکاست.